دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه صفحات اعمال من تو به خداوند، خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفار ها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم، به نظر من و شما، یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ میگه اگر گناه کردی، اشتباه کردی، تو توبه نامه رو بنویس، امضا کردنش با ماست. تو بنویس یک صفحه خدایا توبه کردم، خدا میگه من امضاش میکنم، قبولش میکنم. اگر عمری گناه کردی، مشو نامی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن، دلت باید خانه خدا باشه، خانه خدایی که ملائکه ها طواف بکنن بر دل تو. دلت نباید خانه شیاطین باشه. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه؟ این خداست که درد دلها رو گوش میده، این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده. از خدا بهتر دیدی؟ با ادب تر دیدی؟ بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من، به من گو حاجت خود را اجابت می کنم. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار می‌گردد. الله شایسته و سزاوار حمد و ثناست. الحمدلله رب العالمین. خیلی بزرگه، تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت. دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست آسمان بلند میکرد، میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. قال الها، اگر منو نزد خودت نوشته بودی که عبدالله ابن عمر شقی است، بدبخت، محرومه، خدایا التماست میکنم، شقاوتو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا من رو جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی است؟ بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت رو،
بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردن الهی برازخی و خالقی چی کسی در خونه تو آمده که نامید برگشته کدومی که از بندگان به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید میگه منم امثال منه که خطر بکنی کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش شده که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده نشده حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل 99 نفر رو کشت حلی من توبه قال لا قال اذن اکمل المئه تو میتونی مانعه اگر که توبه من قبول نمیشه خود تام نباشید رحم میشه یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه گفت حلی من توبه چی کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشه